یک نمه از یک قطره از زیبایی داستان رو بگی، والا این داستان ها به تصویر کشیدنی نیست، نمیشه نشون داد. تازه زن گرفته بود، زنشو برده بود سر زمین، میگفت زن از اوجا اونور مثلا از سر او دامن و کوه تا او تپ و کوه زمین منه، از اونجا که میبینه نقطه کور و سیاه، از اوجا تا اوجا مثلا زمین منه. زنش میگه آقا پس تو که این همه زمین داری چرا کشت نمی کنی؟ میگفتش که آب نداریم، این سرزمین بی آبه، خوشسالیه. غروب تازه ازدواج کرده بود، برد زنش رو زمین رو نشون داد. غروب که اومد دم خیمه خودش و مادرش، دید دم خیمه چشمه آب داره میجوشه. گفت مادر، گفت چیه؟ گفت ما بارها کندیم اینجا رو، آب نبود که. چقدر ما این زمین رو کندیم به آب نرسیم، چشمه جوشان کی چیه؟ مادر یه نگاه کرد به این پسر، گفت مادرم روی کاروانی از این سرزمین گذر میکرد. مادر بو کسی که صاحب کاروان بود، مادر از مسیح زیباتر، چه جاه و جلال. پسرم امروز حقیقت مریم رو دیدم، امروز حقیقت مسیح رو دیدم. چی میگی مادر؟ گفت مادر یک کاروان با زن و بچه به این سرزمین رسیدن، آقایی که جلوی کاروان بود رسید به خیمه من، رو کرد به من گفت مادر حال وهبت چطوره؟ گفتم آقا تازه زنش دادیم رفته سر زمین، زنشو برده زمینشو نشون بده. گفت مادر چی کم دارید؟ گفتم آب. پسرم نیزه را دستش رها کرد، نیزه خود زمین آب جوشیدن گرفت. گفتم شما که هستید؟ گفت من حسینم. با این قصه گریه کنید آقا بیاد براتون از امشب بگه. این خیلی داستان عجیبه، من 2-3 سال با این داستان زندگی کردم. انشالله مدد کنید یه خورده نورم کم شه، نه تاریکا کم شه، که این داستان رو ببریم جلو. مادر دیگه چی دیدی؟ گفت مادر رفتم به زن و بچهش آب بدم، گوشه کجاوه رو کنار زدم، دیدم زیباتر از مریم بر کجاوه نشسته. گفتم این کیه؟ گفتن این دختر علی زینبه. خلاصه مادر امروز مسیح رو دیدم، یا مسیح زاده رو دیدم. مادر پیغامی نداد، گفت چرا مادر؟ داشت حرکت میکرد، گفت سلام حسینو به وهب برسون. یه سلام به یه ارمنی، به یه مسیحی. گفت مادر بچه را نشستی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت مادر بریم دنبالش. اکنون را رفت، گفت داشت میرفت سمت کوفه، بارو جمع کردن حرکت کردن، آمدن جوونا 12 روز تا عاشورا وهب حسینو دید. ببین 12 روزه این مادر چجور، این پسر چجور تربیت شد، مادرش چجور تربیت شد، زنش چجور تربیت شد. 12 روز زینب کلاس برای مادرش و زنش گذاشت، 12 روز ابوالفضل و علی اکبر و قاسمم وهب و تربیت کردند و علم یادش دادن. گوش بدید، بعد ظهر نماز ظهر رو که خوندن وهب پا شد بره تو خیمه زن خداحافظی کنه، دید مادرش دم خیمه وایساده. گفت کجا میخوای بری؟ گفت مادر میخوام از زنم خداحافظی کنم برم میدان. گفت پسرم این زن تازه به هجل رفته است، زن تازه به هجل رفته عقلش خامه، بیری تو دامن تو میگیره میگه کجا میری؟ اگر حسین زینب میگذاره حسینش بره میدان، زینب یه مدینه فامیل داره، تو منو میخوای تنها توی بیابون رها کنی، کجا بری؟ چی میگی بهش؟
یه نگاه کرد به مادرش، گفت مادر رو من چجور حساب را میکنیم؟ یکی یه زنه، اگه هزار تا زن تازه به هجره رفتم در نکاح من بودن، نمیتونستن من از پسر زهرا جدا کنن. رفت تو خیمه، دید زنش زانو بغل گرفته داره گریه میکنه. تا شوهرشو دید پشت اشکاشو پاک کرد. زن اجازه میدی برم قربون حسین بشم؟ گفت آره، به دو شرط میگذارم بری. یک، منو ببر خدمت آقام، منو بسپر دست خواهر زینب، بعد از شما کنیزی زینب رو بکنم. دو، جلو آقام شهادت بده روز قیامت من همسر تو باشم. تازه این زن نمیدونه شهید کربلاست، اولین زن شهیدی کربلا همین زنه، زودتر از وهبم شهید شده، اما نمیدونه. پسر آمد و خدمت آقا حرفا رو زدن. وهب اومد جلو لشکر، لشکر دید یه جوون چهره به مسلمونا نمیخوره، چشات مثلا زاغ و موها بور و محاسن بور. گفتن اسمت؟ گفت من وهب ارمنی. گفتن بیچاره حسین فریبت داده، میخوای کشته شی؟ گوش بدی برادرا، تنها سری که به جز سید و شهدا زنده زنده بریدن و تنها سری که پرتاب کردن به خیمه سید و شهدا، سر این ارمنی است. چرا؟ میدونی چرا؟ چون یه خطبه خون. اینا مردی که نداشتن، نامردی هاشونو لگد مال کرد. تا گفتن وهب ارمنی بیچاره برگرد، شروع کرد خطبه خوندن. گفت خاک بر سرتون، خاک بر سر مذهب و دینتون، پیرو کدام رسول اللهید؟ ساعتی پیش از آن خفتید، شهادت به رسول الله دادید، تنها یادگارش وایزد. حسین و منی و انا من حسین، عمامه پیغمبرتون سرشه، ردا قبا پیغمبرتون تنشه، ای خاک بر مردانگیتون. انقدر خطبه خود نامردا گفتن وهب زنده زنده سرتو میبردیم. اگه امرو تو سوریه شیعه رو زنده زنده میبرن، مال امرو نیست که. دیدی بچه دو سه ساله رو از براسر جنازه پدر مادر شیعش رد میکنن، بعد بچه عرب سوری یه نگاه به آسمون میکنه میگه پیش خدا شکایتتون رو میکنم. بعد بچه رو بالا جنازه پدر مادرش اعدام کردن، شرمایش هم کشیدن، توهین کنن به این بچه دو سه ساله. اینا مال امروز نیست، پای عشق حسین وایستادن توهین داره. سی و خورده نفر رو زد، تا از مرکب افتاد زنش عمود خیمه کشید، رفت سمت وهب، یه نیزه تو پهلو زنش زدن، زن خورد زمین. دستا وهب رو بستن بردن پیش عمر سعد، گفتن چه کارش کنیم؟ گفتن زنده زنده سرش رو ببرید. سر وهب و زنده، من نمیدونم زینب از لای خیمه چه میکرد، ربا یه ارمنی اومده برا بابا و آقای ما چه میکنه؟ ایشالله روز قیامت وهب دورت بگردیم ما، که دور آقامون گشتی دورت بگردم. چقدر زینب داد کرد، چقدر رباب داد کرد، چقدر نجم ام لیلا داد کرده. سرشو بریدن، گفتن چه کنیم؟ گفتن سوغاتی جلو ننش بندازید، مادرشو پشیمون کنید. سرو چرخوندن، بابا بچه این سدلی ما دیشب اینجا بود، دیدید این یه سال پیش جلو چش ما سرش خورد به در چوبی. خدا شاهده وقتی این بچه سرش خورد به در چوبی برگشت، از این پیشونیش دو قطره اشک چکید. من دیدم زنا خونه ما بودن، خانواده ما پشت، تا بچه روشو برگردون یک دو قطره خونه این پیشونیش چکید، این مادر این سید خورد زمین. من بچه رو بغل کردم بردم دکتر، آوردم هنو مادرش حال نیومده بود. بابا مادر بچهش 12 روز مسلمان شده، سر بریدهشو پرد کردن خورد زمین، سر بریده قرد خورد اومد جلو مادر، مادر سر رو برداشت.
اگه سر رو سینش میذاشت میرفت تو خیمه باری کلا، اما نه یه کاری کرد که یقینا این مزد زحمات زینبه. سر آورد بالا یه نگاه کرد تو صورت بچه، گفت مادر شیرم حلالت. منو جلو زینب دختر علی رو سفید کردی مادر، مادر تو اینا رو شکستی، من خوردشون میکنم. اونایی که برای امام حسین کار میکنید ببینید مادری که بچه قربونی کرده دست انداغ لا سر فرلای موی بچه، اومد جلو رشگر سر و چرخون، گفت ما چیزی که در راه پسر زهرا دادیم پس نمیگیریم.